از امروز نماز نمیخونم، دیگه مشهد نمیرم، دیگه قوم زیارت نمیرم، دیگه عبدالعظیم نمیرم، از این به بعد شراب خار خواهم شد. باید چادر رو برداریم، باید ناخوناتون رو لاک بمالیم، باید ماتیک بمالین، بس دیگه. نتیجهش این بود که دستای منو کردن تو توالت، بس دیگه. یه 3-4 روزی اونجا تو بیمارستان خوابیدم، هم بچه‌م رو دست داده بودم، هم درد داشتم، هم شکنجه روحی شده بودم، هم توهین به هم شده بود، همه اینا قاطی شده بود تو این مغز، عین این حشره مخمو میخورد. انقلاب شده بود و روسری سرمون میکردیم. دیگه صورت ها شاد نبود، خندان نبود، یه ترس و وحشتی سایه انداخته بود رو سر همه. یه میلیون سفته دادیم اومدیم بیرون، حقم نداریم ایران بریم بیرون، هیچ جا مقنعه. هر وقتم احضار رو میکنم بس سراسیمه چشمون خودمون رو معرفی کنیم به زندان اوین. درود بر یاران عشق. پنجشنبه گذشته وقتی که برنامه خاطرات قبل از انقلاب به یادم اومد، براتون گفتم، اشکا و لبخندها بود. درد دل من و خیلی از ماها بود که مردیم، رفتن، دخ کردن، گوشه‌گیر شدن، خلاصه تتممون مونده. خودمونو داریم به زور نگر میداریم به عشق همون شماهایی که الان نشستیم پای این گفتگوی من، گفته های خاطرات من، و دارید منو گوش میکنید و برام ارزش قائلید که وقتتونو میذارید. سپاسگزارم. ما هم برای پدر مادرهای شما وقت گذاشتیم، برای مادر بزرگ و پدر بزرگاتون وقت گذاشتیم. عمری ما زیر پروژکتورهای 8000 واحد، نه یکی، 5 تا 6 تا بالا سرمون شب تا صبح کار کردیم، زیر گریم خوابیدیم، خونه هامون نرفتیم، سر فیلم برداری بودیم. ولی شماها دارین جبران میکنین. اون زمان خانواده هاتون جبران کردن، اومدن فیلم هامون رو دیدن، پول خرج کردن، عشق بمون دادن، محبوبیت بمون دادن، صفا بمون دادن، و الان نوه و نتیجه و بچه هاشون دارن به ما بیش از همیشه حال میدن. البته روی سخنم با بامعرفت هاست، روی سخنم با کساییه که عشق رو میشناسن، متریال مهربونی و پاکی رو میشناسن. این متریال، پول نیست، متریال. وقتی دیدین یه پارچه ای رو میرین اینجوری میکنین ببینین جنسش خوبه، از زیر دستت رد میشه، نمیشه، زبر دست و اذیت. ما همینطور، متریال کار دستمون بود، متریال عشق دستمون بود، متریال محبت مردمی دستمون بود. همونقدر که عشق میگرفتیم بیشتر از اونها عشق میدادیم. تا به امروز که من روبروی شما نشستم و درد این دلم رو دارم براتون خالی میکنم. منتها همه رو نمیشه یه جا گفت، مجبورم هی هفته به هفته قسمت‌هایی از این روزهای ناباوری رو براتون بگم. آره، گفتم که هفته پیش که ما از در زندان اوین اومدیم بیرون، خانواده هامون همه منتظر بودن، همه پیر شده بودن، چروک شده بودن، این آب دهانشون خشک شده بود. ناباور وقتی ما رو دیدن فکر میکردن ما از اونجا بیاییم بیرون. وقتی ما رو دیدن هر کسی به طرف ما اومد، ما هم به طرف اونا رفتیم، برای اینکه
قشنگترین امیدمون همونا بودن که منتظرمون بودن. بایستادیم اونجا که یه مقدار با هم صحبت کنیم. همه هنرمندا، بچه هایی که اون تو بودیم، از این دیدار هنرمند و ملا یک بهره برداری بکنیم، یک نتیجه ای بگیریم که آخر چی شد. 1,000,000 سفته دادیم اومدیم بیرون، حقم نداریم ایران بریم بیرون، هیچ جا مقنعه. هر وقت هم احضارو میکنم بس سراسیمه چشمون خودمون رو معرفی کنیم به زندان اوین. آمدن ما رو پراکنده کردن، گفتن حق نداری اینجا وایسین، دوره هم وایسین حرف بزنین، همه تون باید برین سوار ماشیناتون بشین برین. ولی خیلی هم بد جوری میکرد، برین برین خونه هاتون، اینجا باید هستین. انگار ما تا اون داشتیم مثلا. همه رفتن، ما همه رفتیم سوار ماشیناتون شدیم، همه رفتن خونه هاشون، ولی من یه راست رفتم بیمارستان برای اینکه باید بچه ای که از بارم رفته بود میرفتم و به بیمارستان میرسیدم که کاملا کورتاژم کنن و تمیز کنن. در سرتون ندم، یه 3-4 روزی اونجا تو بیمارستان خوابیدم، هم بچه‌مو دست داده بودم، هم درد داشتم، هم شکنجه روحی شده بودم، هم توهین به هم شده بود، همه اینا قاطی شده بود تو این مغز، عین این حشره مخمو میخورد، قلب شکسته. بگذاریم، گذشت 3-4 روزی گذشت و من رفتم خونه. یه هفته ای هم تو خونه بودم چون احوالم پریشان بود، اصلا تئاتر نرفتم دیگه، دلم خیلی تنگ شده بود، خیلی برای بچه ها، همکارام، برای همه اونایی که با اون چشمای قشنگشون اومدن ما رو نگاه میکردن، برامون دست میزدن، بهمون عشق میدادن، خیلی دلم تنگ شده. اومدم ماشینی که پارک کردم برم، یه مرتبه چشم افتاد به تابلوی سوخته بالای جامعه باربد. اتفاقا چون نمایشنامه خودمونم روی صحنه بود، نصفش سوخته بود، نصف دیگرش عکسا بود به صورت سوخته. وایستادم اونجا نگاه کردن، گریم گرفت. گفتم ببین چجوری خونه آدم رو میسوزونن و نمیتونی یک کلام حرف بزنی، حق نداری حرف بزنی، حق نداری اعتراض کنی. اونجا محل درآمد و یه لقمه نون زن و بچه های هنرمنده بود، محل آرامش اعصاب مردم و کارگرایی که از صبح تا شب هفته به هفته کار میکردن. آخر هفته همین امیدشون این بود که بیان هنرپیشه رو ببینن، یه سیاه‌بازی سعدی افشار و آقای مهدی صنایعی و دوستانشون رو ببینن، آقای یسری میخوند، آقاسی میخوند، خانم سوسن میخوند، نمیدونم برادران تقدسی برنامه داشتن، کمدی، کارهای کمدی میکردن، نعمت و گرجی، من، زریه ولد بگی، مسعود ولد بگی، جاله صدارتی عزیزم، خانم مهین بوجار، شهناز نامدار روح شاد، موسا شجاعی، شهرام یکتاز، الان زیاد حضور ذهن ندارم، آقای اصغر سمسارزاده عزیزمون، منو چهره وسوق نازنینمون، فرزانه تعییدی، مرتضی عقیلی، بهمن مفید،
بهروز بهنژاد همه تو اون لاله‌زار بودیم و شب به شب می اومدیم زندگی می کردیم. اینو از همون گرفتن، سوزوندن، آوارمون کردن، در به درمون کردن. جالب بود همینجوری که داشتم این تابلوی بزرگ سردر تئاتر جامعه باربد در لاله‌زار رو نگاه میکردم و اشک چشام میومد، یهو یاد یه داستانی افتادم که خیلی بامزه است و تراژدی. البته یادم میاد یه روزی من روی صحنه بودم، همینجوری که دستم اینجوری در وا کردم که برم توی صحنه، یهو آقای احمد رحیمی خدا بیامرز صاحب جامعه بار بود گفتش که خانم شهرناز، خانم شهرناز. گفتم جانم. گفت که نرو توی دقیقه. گفتم الان وقتم، باید برم صحنه. گفت تو خونه دزد اومده. منم گفتم خب برو بگیرش. چیکار کنم دزد اومده؟ خب من رو صحنه، مردم منتظرن، مردم هم دست میزنن اینا. یه ذره دیر شده بود، وقتی دیر میشد مردم چنان دست میزدن، یعنی بی ای یا دیگه کجایی. اتفاقات بعضی وقتا نمیذاره که آدم کار خودشو بکنه. آقای رحیمی من گفتش که دوست تو خونته، من ماشین ندارم. گفتم مگه ماشین من زیر پادی؟ همون موقع ها بود من یه BMW 518 انگوری رنگ سفارش داده بودم از کمپانی. آقای رحیمی صبح اینو تحویل گرفته بود که بیاره برای من. گفت با ماشین تو برم؟ گفتم آره بابا. گفت آخه نوع یه چیزیش میشه. گفتم آقا برو دوزو بگیر. رفت و ما هم رفتیم رو صحنه و کارمون رو انجام دادیم. ولی خب به شما دروغ نگم، یه گوشه ای از این مغز من همش رو گفت آقا دوزه یعنی چی بود؟ آقا چی کار داری تو خونه؟ من این فکر من مشغول شده بود. دو پرده نمایشنامه تمام شد و همه اومدیم و گرجی اومد گفت دوز برای چی خونه تو رفت؟ و گفتم نمیدونم. گفت کی خبر داده؟ آقای اسدی که شریک آقای رحیمی بود در تئاتر جامعه باربد، برگشت گفتش که این گماشته جناب سرهنگ بغل خونه خانم شهرناز خونشه، اون زنگ زده به تئاتر و گفته که ما میدونیم خانم شهرناز الان توی تئاتر جامعه باربده، چراغ خونش روشنه، سر و صدای 3-4 تا مردم میاد، خواستم بهتون گزارش بدم که به نظرم دزد اومده. ما هم خب آقای رحیمی گفتیم، آقای رحیمی هم اومد اعلام کرد و حالا آقای رحیمی هم رفته اداره پلیس و گفتم کجا اداره پلیس برای چی؟ بعد میرم خونه من دزد میگیره. گفت حتما کره کارهایی دیگه. ما یه یک ساعتی نشستیم و دیدیم تلفن دفتر جامعه باربد زنگ خورد. آقای رحیمی گفتش که 3 نفر بودن دزدا، 2 تاشون در رفتن، یکیشون رو گرفتیم، الانم توی کلانتری است. بلند شیم بیاین اونجا. ما بلند شدیم رفتیم کلانتری و دیدم آقای رحیمی گفتش که چه سوروساتی هم برای خودشون رو انداخته بودن، حسابی گوشت گذاشته بودی توی خوابونده بودی که برای کباب بزنی، برگ بزنی اینا، مثل که اونو کباب کردن خوردن و بعد مشروب اونجا بوده خوردن و بعد کلی هم عشق کردن و بعد قالیچهاتو بردن و پالتو مینکتو بردن و یه سری چیز میز بردن و اینا، ولی این آقا میگه من نبودم. گفت حالا اون آقا کجا هست؟ گفت اون پشت. ما تا رفتیم جلو، رفتم جلو، دیدم یه پسر بچه اون جلوه. پسر بچه که نه، مثلا فرض بگیریم 20 سالشه، 20-21 یه همچین چیزای توپولی.
رفتم جلو و تا منو دید گفت آبجی تهرانی سلام، جلو پای من پا شد، بچه مؤدبی گفتم سلام آقا دوزه، شما این دوزه خونه من؟ گفت نه به ما زمان و حوال بد ما نبودیم. گفتم ببین قسمای نخور شما رو گرفته این آقا. مگه نگرفته؟ گفت چرا؟ گفتم چی بردی؟ گفت رفیقان بردن دوتا گول خوردم. گفتم حالا کجا میدونستیم من نیستم؟ گفت زیر نظر گرفته بودیم اتون، میدونستیم که ساعت 7 میری برای تئاتر جامعه باربود هر شب. گفتم خب حالا با تو چیکار کنم من؟ گفتم هیچ کاری نکن، ببخش منو، من جوونی کردم، من اشتباه کردم، من معذرت میخوام. برگشتم گفتم آقا رمیم خب با این چیکار میکرد؟ این چی داره؟ یه شلوار درست حسابی پاش نیست، یه جفت کفش پاش نیست درست حسابی، این بچه 20-21 ساله گول خورده، ولش کنید، من شکایت ندارم، امضا میکنم برم. رئیس پلیس که اونجا بود گفت که ما نمیتونیم ایشونو، فقط شما امضا بکنین و بفرستین بریم، بعد برید دادسرا. دادسرا بود دیگه، آره، دادگستری، دادسرا، دادسرا به نظر یادم نیه، خیلی وقت میشه. گفتم برای چی بره؟ من که رضایت دادم. گفت نه باید بره، چاره ای نداریم، ما مسئولیتمون اینه که بعدشونو بفرستیم بره. فردا ساعت 8 صبح بیاین و ایشونو ببرینش دادسرا. گفتیم باش. ما با آقا رحیمی اومدیم، آقا رحیمی منو گذاشت خونه و ماشین منو با خودش برد که فردا ساعت 7:30 در خونه من باشه که بریم آقا دوزه رو برداریم از اداره کلانتری و برداریم ببریمش دادسرا. ما رفتیم، دو تا پاسبانم بغلش نشسته بودن، اون عقل آقا دوزه هم این وسط، منم جلو، آقا رحیمی هم پشت رو. من ماشینم رو دیده بودم ولی هنوز پشتش هم نشسته بودم. آفت بهم زد. عزیزای من که شما باشین، ما همینجور که داشتیم می اومدیم به طرف میدون فردوسی که داشتیم می اومدیم، این پسرک اومد جلو و گفت آبجی تهرانی. گفتم بفرمایید. گفت میشه یه چیزی بگم؟ نه نگی. گفتم تازه نه هم نگم، ولی چی میخوایی بگی؟ گفت من معتادم. خیلی اشکالاتی هم داشت و بامزه هم بود، بچه بامزه بود. گفت که من اعتیاد دارم، از دیشب که منو گرفتن تا الان من خمارم، حالم بده، تو رو به جان اولادت ازت خواهش میکنم به داد من برس. گفتم من چیکار کنم؟ برم برات هروئین بخرم؟ گفت نه، یه چند تا قرص اگه میشه، قرص خواب برای من بگیر. گفتم من قرص خواب کجا؟ یواشکی به حرف میزنیم. آقا رحیمی هم گوش دارم. گفت چی میگی شما؟ گفتم نمیدونم چی داره میگه، نمیفهمم. خلاصه من خیلی دلم بریز، همه بدبختی من میدونی چیه، مال اینه که آدم دلسوزی هستم. وقتی دلم میسوزه اون وقت جیگرم میسوزه، میگم چرا خوبی کردم که الان باید نتیجهش بدی باشه به من؟ هر کسی لیاقت خوبی نداره که. هیچی، ما به آقا رحیمی بودم، آقا رحیمی دم این داروخانه، توی میدون دست راست یه داروخانه بود. گفت میخوای چرا؟ گفتم بابا سرم درد گرفته، شب خوب نخوابیدم، دوز بهم زده. رفتم یه رفیقی داشتم توی داروخانه، رفتم گفتم فریده. گفت چیه اینجا چی کار داری این موقع صبح اینا؟ گفتم که قربونت من سرم درد میکنه، یه شیشه دهتایی، اون موقع شیشه های دهتایی قدر قرص خوابم با نسخه دکتر میدادم، اون فریده شد دوست جونجونی من بود، همین جوری گذاشت تو پاکت رو داد، ولی پرشو گرفت. بعدن البته، نه اون روز.
درد سرتون ندم. من قرص آوردم، قرص ریز ریز خواب بود توی شیشه انقدری 10 تا دونه. درش رو وا کردم، دستش رو آورد اینجور کرد، ریختم تو دستش، رفت ریخت تو دهنش رو قورت داد. پلیس گفت چی بود به این دادی شما؟ خانم شهناز گفتم قرص سردرد بود، میگه سرم درد میکنه. آقا نعیمی گفت کار دستمون نده. گفتم من چه میدونم قرص سردرده دیگه. قرص خودم هم نشون دادم، قرص خریده بودم، بودم از این قرصا بوده. البته من کار خوبی نکردم، میگم که کار خوبی نکردم، ولی خب آدم دلش میسوزه دیگه، انسانیت دیگه. اون اگه پدر مادر درست حسابی بالا سرش بود که دوزه میشد. اگه یه خانواده درست داشت، یه فرهنگ درست بهش آموخته بودن که قربونتون برم، دوزه میشد. متاسفم که خیلیا این راه بیراهه رو میرن و که عاقبت نداره. خدا الهی به این افراد اولا عقل و شعور بده، بعدش هم یه زندگی خوب بده که دست به این کارا نزنن، که خدای نکرده نفرین کسی بگیردشون. آه، میگن مرغ آمین رو همیشه در حال پرواز. این دزدا، این کلا بردارا، این دودرکنا، اینا که پول مردم میخورن، اینا که قسمایه میدن امروز پولتو میدیم فردا بهت میدیم جون بچم میدیم، باور بر بر نه، نه بچه برشون ارزش داره، نه جون کسی، نه هیچ. خلاصه ماجرا به اینجا حد شد که ما رسیدیم دادگستری، دادسرا، و رفتیم بالا و این بابا حسابی توپ نشه شده بود. چشای اینو که اونجا دیدن گفتن این چرا چشاش اینجوریه، این نشه است؟ گفتن نمیدونیم، یه قرص سردرد خانم شهناز بهش داده، سرش درد میکرده و اینجوری شده. گفت شما چرا به این قرص دادی؟ گفتم خب سرش درد میکرد، گناه ده. گفت بابا این دزد خونت تو میگه ایوونی. گفتم چیکار کنم، دارم سوخت. گفت اما نه، دست شما هنرمنده و دلاتون، این باید اینجا بخوابه، چون وقتی نشه باشه نمیشه ازش اقرار گرفت. گفتم اقراراشو کرده، میگه من نکردم، دو تا دوستام کردن، وسایل شما رو هم اونا بردن، منم گرفته این آقا. گفت به هر حال باید بمونه تا فردا. ها اینو یادم رفت بگم، توی کلانتری تا منو دید آبجی تهرانی اومد، گفتم دوست خونه من شما، من امام زمان، من گفت خودم غلط کردم فلان، با سر رفت تو شیشه، تو پنجره شیشه ای، اینجا تا اینجا سرش شکست، خون اومد، من دلم سوخت. اونجا برداشتن باندوره من، مکوکرو من، این چیزا آوردن اینا، گفتن سرش شکافته، بعدم بعد ببریم بخیه کنیم. بعدم چه کاری میکنی پسر؟ خب تو خیال میکنی که اگه بزنی سرتو داغون کنی خدا تقصیراتت میگذره؟ چرا این کار رو میکنی آخه؟ حیف تو نیست جوونی؟ این ماجرا اینجوری رفتیم دادسرا و نگرش داشتن و منم امضا کردم که شکایت ندارم و نمیدونم، گویا که یه 3-4 ماهی 2 ماهی 3 ماهی بهش زندانی داده بودن که یه ذره عقلش بیاد سر جاش. ماجرا تموم شد و ما رفتیم دنبال زندگیمون. رفتم دیدم، بررسی کردم، گفتم خیلی چیزا بردن بچه ها، خیلی چیزا بردن. دیگه هم صاحبش نشدیم، دیگه هم پیدا نشد، دیگه هم منم دنبالش نرفتم دیگه، چون نه وقتشو داشتم نه زمانشو داشتم و زندگیم، بچه‌ام، کارم، مردم برام خیلی ارزشمندتر بودن از اینکه برم دنبال نمیدونم پالتو و کفش و کیف و نمیدونم فرش و پول و این و اونو. در هر حال گذشت. وقتی گذشت بهش گفتم که وقتی میخواست از دادسرا بیام بیرون، گفتم اسم چیه؟ گفت بامداد. گفتم آقای بامداد دیگه خونه من نیای، یا همه رو بردین چیزی نیست. گفت نوکرتم، تا آخر عمرم نوکرتم، تو زن نیستی، تو مردی.
یارانش. یه روزی دیدم که دو سه ماه بعد این بچه اومد سراغ من. یکی اومد گفتش که خانم شهرنازی یه آقا پسری شما رو میخواد. اومده میگه میخوام خانم شهرناز سرانی رو ببینم، اجازه میدین؟ گفتم کیه؟ گفت میگه اسمم بامداده. گفتم آره بگو بیاد تو. عمر گفتم تو کجا بودی؟ بامداد. گفت زندان. گفتم خب خوش گذشت؟ گفت نه، تربیت شدم، یاد گرفتم که نباید به ناموس مردم دست درازی کنم، نه به اعتماد مردم، نه به اسم مردم، نه با یک زندگی هموطن این کارو بکنم. من این کارو بوسیدم گذاشتم کنار. الان اومدم دستاتو ماش کنم که بهت بگم که خیلی مشتی هستی آبجی تهرانی. گفتم خب حالا باید بری دنبال کار و زندگی و این داستانا، برو بر خود یه کار پیدا کن، برو با کی زندگی میکنی؟ گفت یه مادر پیر دارم با اون زندگی میکنم. گفتم برو حامی مادر پیرت شو، برو عصای دست مادر پیرت شو، بعد نظر مادر پیرت از بین بره. گفت ما چند تا برادریم، من برادر آخری هستم، پدر ندارم، پدرم مرده بلا. گفتم برو. گفت کمکم میکنی؟ گفتم آره هر کاری بتونم برات میکنم. گفت یه کاری چیزی برای من درست کن، من برم سر کار. شما اعتبار داری، به هر کی بگی به من اعتماد میکنه. من یه دوز سابقه دارم، به من اعتماد نمیکنن. یهو یادم اومد که یه پارکینگ پشت جامعه بار بود، یه پیرمردی توش کار میکرد، از یعنی صاحبش بود، صاحب اون پارکینگ خاکی بود. بعد روزا در بود یه مثلا 100 تا 90 تا 100 تا ماشین توش جا میشد، انقدر بزرگ بود. و روزا به اصطلاح مغازه‌دارای اونجا لاله‌زار میمدن پارک میکردن، شبام از تئاترا، چون گوشه خیابون ممنوع بود نمیتونستی توی خیابون بذاری، میومدن جریمتون میکرد. پس شبام تئاتر و نصر و پارس و نمیدونم جامعه باربود و دهقان و اینا میومدن اونجا، هنبشه هاشون مردم اینا میومدن اونجا پارک میکرد. یعنی خصوصی، آخر شب خصوصی بود ولی روزا عمومی بود، هر کی میتونست پول بده بیاد پارک کنه. عزیزای من که شما باشید، من یادم اومد که یه روزی بابا گفته بود که بابا که اونجا کار میکرد، گفت شهرناز خانوم اگه کسی یه موقعی پارکینگ خواست اجاره کنه فلان اینا، بهش میگین بیاد اینجا رو اجاره کنه اینا. گفتم مگه میخوای بری بابا؟ گفت آره بابا جان، خسته شدم دیگه، طاقت ندارم، پیر شدم، پا درد دارم، اینجا توی این اتاق که نشستم زانو درد دارم، دست درد دارم، سرما بهم میخوره، گرمه، بعضی وقتا نفسم بند میاد، میخوام برم، میخوام اینجا رو اجاره بدم برم. من یاد حرفای این بابا افتادم، بابا پیره که پارکینگ داشت. گفتم بیا دنبال من بریم. بردمش پیش بابا، بابا پیره، و گفتم که بابا پیره خوبی؟ چطوری؟ خسته نباشی؟ نو مرسی دخترم، مرسی، زنده باشی. خوبم، آره یه ذره مریضم، یه ذره پادر دارم، استخوندت ببخش. گفتم هنوز میخوای پارکینگ رو اجاره بدی؟ گفت آره بابا، خدا میخوام برم بخوابم دیگه. گفتم که من این پارکینگ رو برای این پسر جوون میخوام. گفت بابا اسم چیه؟ گفت بامداد. شما بامداد؟ گفت خواهش هنوز میشناسیش؟ گفتم خوب. یا بامداد یه به من التماس آمیز نگاه کرد، یعنی شروع من چی نگو اینا. گفتم خوب میشناسمش، نگران نباش بابا پیری. گفتش که چیزه؟ گفتم چقدر میخوای و فلان رو. یه قیمتی به ما داد و یه قرار دادم توش بستش و گفت من میدم بنویسن بیاین امضا بکنی. من همونجا یه دونه چک 6 ماهه
برای پول پارکینگ دادم به این بابا پیره و کلید رو از بابا پیره گرفتم و گفتم بامداد برو بشین توش، برو ببینم چی کار میخوای بکنی، برو ببینم میتونی زندگی کنی، میتونی زندگی بسازی، میتونی دست از دزدی برداری و شرافتمندانه زندگی کنی. گفت جون آبجی تهرانی قول شرف بهت بدم. گفتم اونی که نداری. گفت آبجی دارم، گول خوردم، منو ببخش. گذشت، ما اینجا رو کلیدشو دادیم به این آقا و قرارداد امضا کرد و این پارکینگ شد مال بامداد. عزیزای من که شما باشی، گذشت. می رفتیم اونجا، من نمیخواست پول بگیره، گفتم نه تو باید کاسبی کنی فلان. یه روز اومد گفتش که آبجی تهرانی یه دختره رو دیدم ازش خیلی خوشم اومده، منم که کاسبم، بعد یه خونه هم گرفتم جدا زندگی میکنم، میخوام عروسی کنم. گفتم مبارکت بشه الهی، چرا نه، خلاصه میخوام شما بیای برای من دختره رو ببینی خواستگاری کنی. خلاصه ما رفتیم خواستگاری کردیم برای این دختر رو. اتفاقا آقای گرجی و اینا هم بودن اون روزی که رفتم، آقای گیتیجا بود، آقای گرجی بود، یادش بخیر، حسن زرین بود، شعبده باز، یادش بخیر. بعد رفتیم خواستگاری و دیگه اونم مثل این که خانواده از خودشون بود، رده خودشون بود، نه فقیر بودن نه پولدار بودن، نه آدم متوسط بودن، ولی آدم های باشرفی بودن. خلاصه خواستگاری کردیم و شیرینی و شکلات و فلان اینا بردیم و دختر رو براش گرفتیم، یه عروسی کوچولو هم براش گرفتیم، هممون دست به دست هم دادیم، یه عروسی کوچولو براش گرفتیم با خانوادهش و اینا، و این شد داماد و رفت و یه بچه هم آورد. انقلاب شد. سوزوندن تمام زندگیمونو، سوزوندن. فریاد مرگ مرگ دیگه شنیده میشد یواش یواش. بی خانمان شدیم، خونه نشین شدیم یه مدتی، تا اینکه آقای رحیمی اومد ما رو برد تا دهقان رو کار کردیم و یه مدت تئاتر نرس کار کردیم. اینا رو من گفتم توی ست قبلی، تئاتر نرس کار کردیم و فستیوال هنرشای تئاتری بود که به من جایزه دادن و این اگه یادتون باشه، اگر نبرین ببینین جالبه. یه روزی رفتم خونه مامانم، خالم دیدم سراسیمه گریه کنان اومد تو. گفتم خاله چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ قربونت برم الهی. گفت حسین آقا رو گرفتن. حسین آقا کیه؟ شوهرشه، از خانواده قهرمانی ها. یه آدم مومن، یه آدمی بود که واقعا نمازخون بود، یه آدمی بود واقعا مومن بود، مومن به تمام معنا، حتی دخترش الهیات خونده بود خدا بیامرز. همه چادری بودن، خالم هم چادری بود، از همون دوران طلایی، ایران طلایی، اینا چادری بودن. حتی من مثلا خونه خالم که میرفتم، جوری شوهر خالم چادر سر میکردم، ولی اینقدر منو دوست داشت میگفت رو تو بگی دخترگارم دیگه روم پیش کشد. مرد خوبی بود، انسان خوبی بود. گفت حسین آقا رو گرفتم. گفتم چرا؟ گفت دیروز پسر خواهرش اومده تو چلو کبابی توی تهران پارس، اومده تو چلو کبابی یه دونه اسلحه گذاشته داده به دایی شوسن آقا،
تا شبم نیومده، اینم برای اینکه میخواسته اونجا رو ببنده ساعت 11 شب چلو کبابی ها بسته میشد 11 11 و نیم، ببنده دیده این نیومده، اسلحه رو از یه اسلحه کوچولو ها نذاشته توی چلو کبابی تو مغازه رستوران، با خودش آورده خونه. شب که اومده تو زیر زمین میخوابیده چون خنکه، این اسلحه هم گشته زیر سرش، خواب میبینه که به دخترش دارن تجاوز میکنن. حسن آقا هم اون غیرت ترک هم بود، ترک خیلی خیلی چیزی بود، یعنی قوی، ترک با اصالت، ترک با غیرت، ترکی که ناموس شرفش بود. اینم تو خواب غیرتی میشه و پریشون میشه، دستشو میبره زیر توشکشو، اسلحه رو برمیده، تق 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 تیراندازی میکنه، میخوره به پله ها. همسایه ها زنگ میزنن، کی میاد؟ اون موقع کمیته اومده بود، تازه کمیته اومده بود، و زنگ میزنن به کمیته و میان حسن آقا رو میبرن. حسن آقا رو که میبرن، شب تا صبح نگرش میدارن، صبح خالم میاد سراغ من، بهش میگم حالا کجاست، کجا بردنش؟ گفت دادسرا، نه کمیته، ببخش کمیته، کمیته کجا نمیدونم کجا، الان حضور ذهن ندارم. ما بلند شدیم رفتیم کمیته، و رفتم گفتم که دیدم یه نفر اونجا نشسته، گفتم ببخشید آقا، آقای حسین قهرمانی اینجا آوردنش دیشب تا حالا. گفت حسین قهرمانی کیه؟ گفتم حتما اسمش هست دیگه، زندانی شماست، اومدی خونش به تیر اندازی کرد. گفت آها، یارو دیوونه؟ گفتم دیوونه چیه آقا، عقلش سر جاشه، دیوونه چیه؟ گفت حالا چیکار داری؟ گفتم هیچی، میخوام بیارمش بیرون، کاری نکردی که. گفت این اسلحه داشته زده پله ها رو داغون کرد. گفتم پله های خونهش، آدم که نکشته که. گفت نمیدونم اینا رو، باید بشینی اونجا تا حاج آقا بیان، از حاج آقا بپرسی، این چیزا به ما معلومه، تو حوزه ما نیست. ما منتظر شدیم یه نیم ساعتی و به ما گفتن که بفرمایید تو. حاج آقا در پشت تشریف آوردن تو اتاقت، منم با چادر رفته بودم، رفتم تو، رفتم نشستم رو صندلی و گفتم که دیدم یا آقایی با ریش و پشم و اینا سرش پایینه و اینا، گفتم سلام علیکم حاج آقا. گفت سلام علیکم خواهر، بفرمایید. گفتم آج آقا شوهر خاله من. یهو سرش بالا کرد، گفت ای آبجی دهرانی، شمایی؟ گفتم بامده، تویی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت نوکرتم به علی. ای شما اینجا گرفتنت؟ گفتم نه آقا، کیو گرفتن؟ شوهر خاله من حسین قهرمانی رو گرفتن، دیشب خواب پریشون دیده به دخترش تجاوز دارم میکنه، اسلحه بچه خواهرش سرباز بوده، نمیدونم چی بوده، افسر بوده، نمیدونم چی کاره بوده بچه خواهرش که اسلحه بهش داده بودن، تو ارتش بوده. ولی خلاصه اون حالت احساس پدریش جریحه دار شده، گل کرده و زده دو سه تا پلای زیر زمین خونه شو شکسته و اینا، حالا برش داشتن آوردنش نیست. گفت نوکرده. گفتم تو اینجا چیکار میکنی؟ گفت انقلاب دیگه، بخور بخور ما اومدیم رئیس داد، رئیس کمیته شدیم. گفتم هر کی بیاد رئیس میشه، هر کی بیاد مرعوس میشه، هر کی بیاد اینجا، قانون نداره مگه؟ چیکار داری میکنی؟ گفت حالا تا وقتی سفره پهنه ما میخوریم آجی تهرانی، ولی نوکرتم، هر کاری داشته باشی همین الان حاج حسین رو میارمش بیرون. رفت اونجا گفت حاج حسین قهرمانی رو بیاریم بیرون. اول بیرون من دیدم که
شوهر خواهر من دستش تا اینجا توی توالت بوده، تمام اینجاهای دستش توالتیه. گفتم حسین آقا چرا اینجوری هستی؟ گفت به من گفتم برو توالت ها رو اینجا رو بشور، دست رو بکن توی چاهک توالت ها رو بشور. برگشتم گفتم خوشا به غیرتتون آقای بامداد، خوشا به غیرتتون با یه مردی که صاحب 4 تا دختر و 2 تا پسر و صاحب یه نامونشونه، صاحب خدا و پیغمبر و یک نمازخونه، یک آدم مؤمن به واقع است. شما گفتن برو دست بکن توی چاهک توالت بکش بیرون تمیزش کن، بهداشت چی میشه؟ احترام چی میشه؟ ارزش آدما چی میشه؟ گفت من نمیدونستم آبجی تره، من از شما معذرت میخوام. برو برو حاج آقا برو دستاتو بشور، برو کاراتو انجام بده بیا بیرون. گفت آخه نمیذارن من بیام بیرون. گفت من سفارش کردم، سفارش کرده به من گفت که آبجی ترانی شما برو، من تا یه ساعت دیگه آج حسینو میفرستمش خونه. گفتم بامداد من قول دادم عمل کردم، صاحب خونه و زندگی و زن و بچت کردم، یادته؟ گفت بله دولتی سر شما آدم شدم. گفتم الان داری میری تو راهی که به مردم زور میگی، نکن نکن آقای بامداد، این اون راهی نیستش که بیاییم بریم مردم رو بگیریم ببریم تو توالت، ببریم تو زندان، ببریم. آقا قانونی یه حرکتی انجام داده، اسلحهش مال بچه خواهرشه، اینم خواب دیده، این کاری که آدم نکشته که. گفت آبجی شما به این کار نشته باش، من میرم میفرستم. و خدایی هم یک ساعت بعدش فرستادش. اومد خونه و گفت دیگه از امروز نماز نمیخونم، دیگه مشهد نمیرم، دیگه قوم زیارت نمیرم، دیگه عبدالعظیم نمیرم، از این به بعد شراب خار خواهم شد. و همونم شد، اصلا از همه چی برید، از زندگی برید. به دختراش میگفت باید چادر رو بردارید، به دختراش میگفت باید ناخوناتون رو لاک بمالید، باید ماتیک بمالید، بس دیگه. نتیجهش این بود که دستای منو کردن تو توالت، بس دیگه. و حسین آقا یه آدم دیگه شد. این خاطره خیلی جالب بود برام و یادش افتادم. توی برنامه های بعدی براتون میگم که بامداد همه جا پا به پای من اومد و منو تنها نگذاشت، حتی خروج از ایرانم. سرتونو بیشتر از این درد نمیارم. تا بریم برگردیم به تئاتر ملت که ما اونجا برنامه داشتیم و به مردم شادی میدادیم و ولی انقلاب شده بود و روسری سرمون میکردیم دیگه، صورت ها شاد نبود، خندان نبود، یه ترس و وحشتی سایه انداخته بود رو سر همه. با ما بشیم برمیکردیم. دوستتون دارم خیلی.